سلام بر پیشوای آزادی خواهان. سلام بر حسینی که خون قلبش را بخشید تا بنده های خدا را از جهل رهایی دهد. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت بیننده های گرامی شبکه امام حسین علیه السلام. از اینکه برنامه هشتگ سوژه رو برای مشاهده انتخاب کردید از شما متشکرم. در شامگاه چهارشنبه 12 آبان 1400 با 820مین قسمت از پخش زنده هشتگ سوژه در خدمت شما هستم با سوژه و موضوعی بسیار بسیار مهم: بحران جامعه خشمگین و پرخاشگر. امشب از شما میپرسم علل و روشهای درمان جامعه خشمگین و پرخاشگر چیست؟ بله بیننده های محترم، صدا و تصویر بنده رو از شهر مقدس کربلا بین الحرمین استودیوی شبکه امام حسین علیه السلام دریافت میکنید. خدا رو شاکرم که در این قسمت نیز از جوار حرم مقدس و مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در خدمت شما گرامیان هستم. خشم و انواع آن مقوله است که شاید کمتر کسی باشد راجع به آن اطلاعات کافی نداشته باشد، ولی به کار بردن مهارت‌هایی که انسان در موردش آگاهی داره مسئله دیگری است. ممکنه افرادی باشند که با هیجان خشم آشنایی داشته باشند، انواع خشم رو آگاهی داشته باشند و حتی فراتر از آن راه‌های مدیریت و مهار و کنترل خشم رو هم بلد باشند، اما در عمل به کار نمی برند. این مسئله بسیار مهمی است و امشب علاوه بر اینکه راجع به علل اینکه جامعه خشمگین و پرخاشگر میشه با هم گفتگو میکنیم، راجع به روش های درمان چنین جامعه ای هم صحبت میکنیم و شما بیننده های محترم هم نظرهای خودتون رو میتونید تماس بگیرید و بیان کنید، با میلیون ها بیننده شبکه امام حسین علیه السلام به اشتراک بگذارید، حتی تجربه های خودتون رو، که به نظر من بهترین راه درمان همین هست که شخصی عزیزی دوستی تماس بگیره بگه که فلان مسئله برای من پیش اومد، حالا در خانواده یا روابط فردی یا روابط اجتماعی، خشمگین شدم، عصبانی شدم و این روش رو به کار گرفتم و خشم خودم رو مهار کردم، کنترل کردم، مدیریت کردم اون شرایط رو. انسانی نیست که بگوید و ادعا کند من هرگز خشمگین نمی‌شوم. خشم یکی از عنایات خدای متعال به بنده های خودش هست.
بله، از عنایات و نعمت‌های الهی است و حتی روانشناس‌ها بیان می‌کنند که خشم و خشمگین شدن و بروز خشم نشانه سلامت روحی انسان هست. ولی تا چه اندازه، کجا، در چه شرایطی؟ آیه های قرآنی که راجع به خشم صحبت میکند رو مطالعه بفرمایید. یکی از صفات خدای متعال قهار و جبار است، مطالعه بفرمایید. خشم مقدس که خدای متعال ازش صحبت میکند و یکی از صفات خدای متعال است، خشم منفی، خشم مثبت و خشم مقدس راجع به خدای متعال، اینها مقوله هایی است که انسان باید بداند، آگاه شود، دیگران را آگاه کند و به کار بگیرد در زندگی فردی و اجتماعی خودش، که مهمترین مسئله همین مسئله آخر هست. میبینی شخصی که در روابط فردی یا اجتماعی انسان معقول و نرمالی است، ولی وقتی در شرایطی قرار میگیرد که عصبانی میشود، دیگه نمیتونه خودش رو کنترل کنه. به روش‌های مختلف انسان‌ها در شرایط مختلف خشم خودشون رو بروز میدهند. این مسلم است که متفاوت هست. اما خشم یکی از نیرومندترین هیجان‌ها در وجود انسانه، در این شکی نیست، و مانند وجود انباری پر از باروت در انسان است و نهفته است. ممکنه این انبار باروت با جرقه‌ای منفجر بشه و به آتشفشانی تبدیل شود که گدازه های این آتشفشان روابط فردی، اجتماعی، خانوادگی، بسیاری از این مسائل رو نابود کند، نه تحت شعاع قرار دهد. گدازه های این آتش فشان خشم میتواند نابود کند، حتی در برخی موارد غیر قابل جبران میشه. و یکی از مهمترین مسئله ها این هست که خشم در وجود انسان، اگر انسان مهارت کنترل و مهار خشم رو بلد نباشد و به کار نگیرد و مهمتر از کنترل و مدیریت شرایط و اون اوضاع عصبانیت، کظم غیظ، فرو بردن خشم رو بلد نباشد، این خشم موجب حرکت روح حیوانی در داخل انسان می شود. راجع به کنترل خشم، برخی اشتباه میگیرند با سرکوب خشم، که سرکوب خشم مسئله ای ناصحیح و ناصواب است. کسانی که به دلایل مختلف، حالا برخی از اینها رو خدمتتون عرض میکنم، کسانی که خشم خودشون رو سرکوب میکنند، یک جایی بالاخره فوران خواهد کرد و به شکل نفرت در خواهد آمد. خشم رو سرکوب کرده، کنترل نکرده، مدیریت نکرده، کظم غیظ نکرده. و کظم غیظ یکی از مهمترین و والاترین این مراحل است که کمتر کسی میتواند به این درجه برسد مگر افراد مؤمن، ایمان به خدای متعال و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و به کارگیری آموزه های دینی در این مسئله بسیار بسیار حائز اهمیت هست. انسان مطالعه کند تاریخ پیامبران الهی رو. پیامبران الهی هنگامی که در اوضاع و شرایطی قرار می گرفتند که خشمگین می شدند چه می کردند؟ پیامبر خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله چه می کردند هنگام خشمگین شدن؟ اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام چه می کردند؟ هزاران مورد در تاریخ و در متون حدیثی مذهب حقه شیعه وارد شده که می تونید مطالعه کنید. بعضی از اونها رو هم امشب خدمتون عرض خواهم کرد.
بعضی افراد هستند که در زندگی فردی و اجتماعیشون و حتی در میان خانواده به افرادی بسیار عصبانی و تند مزاج مشهور هستند. برچسب خوردن روی انسان خوب نیست و انسان باید خودش رو از این ورطه کاری کنه که نجات پیدا کنه. یک بار، دو بار، یک ماه، دو ماه، چند هفته، چند سال از شدت و زیادی عصبانی شدن این شخص معروف میشه در بین خانواده خودش یا دوستانش و نزدیکانش به فردی تند مزاج و عصبی. خب بسیار تاثیرگذار هست در روابط فردی و اجتماعی انسان‌ها و چنین شخصی به بهانه، خوب دقت داشته باشید، غیر از مواردی که واقعا خب شخص عصبانی میشه دیگه، حالا چه تند مزاج باشه چه نباشه، ولی چنین افرادی یه قدری خودشون رو در یک فضای امنی حس میکنند که همه میدونن من عصبیم، همه میدونن من تند مزاجم، و این باعث میشه که کارهایی که انسان رو از اون حدود عقل و شرع خارج میکنه راحت تر انجام بده، به بهانه اینکه میگه خب همه میدونن دیگه، همه منو میشناسن، من عصبیم. خب این صحیح نیست. انسان باید لحظه به لحظه، ساعت به ساعت و روز به روز تلاش کند که خودش رو از صفات ناپسند دور کنه، صفات ناپسند رو از خودش دور کنه و به کمال و مقام انسانیت نزدیکتر بشه. افرادی هم هستند که متعادل هستند در زندگیشون و در روابط فردی و اجتماعی. افراد متعادل به این معنی نیست که عصبانی نشوند. افراد متعادل هم عصبانی می شوند ولی مدیریت می کنند عصبانیت و خشم خودشون رو، و اگر اهل ایمان باشند کظم غیظ می کنند. کسانی که سرکوب می کنند خشم خود رو در طول شبانه روز، یقینا این خشم ها، این عصبانیت ها تبدیل به نفرت می شود و انسان رو تبدیل می کنه به شخصی کینه توز و کینه ای، و جایی بالاخره باید انتقام بگیرد، چون خشم ها سرکوب شده، مدیریت نشده. کظم غیظ که عرض کردم والاترین و با ارزشترین راه های کنترل و مهار خشم هست، کظم غیظ کاری میکنه با انسان که انسان شخصی کینه توز نشه. خدای متعال در آیه قرآن میفرماید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کسی که کظم غیظ میکند میبخشد، گذشت میکند، فراموش میکند، سرکوب نمیکنه که باشه تا یه جایی به وقتش حسابش رو برسم. و اتفاقا برخی از انسانهایی که خشم خودشون رو سرکوب میکنند، خودشون یا اطرافیانشون افتخار میکنند که تونستن کنترل کنن خشم رو، تونستن مهار کنن خشم رو، در صورتی که این نیست. یک جایی بالاخره این آتش فشان نهفته از خشم های سرکوب شده فوران خواهد کرد و گدازه های این آتش فشان خانمان سوز و خانمان برانداز خواهد شد. به چی افتخار میکنند؟ سرکوب خشم افتخار ندارد. انسان باید تمرین کند که بتواند کظم غیظ کند. کظم غیظ یعنی مدیریت میکنه اون شرایط عصبانیت رو، خشمش رو کنترل میکنه، مهار میکنه و فرو بردن خشم به همراه فراموشی و گذشت از اون شخص مقابل هست. چه خاطی باشد چه خاطی نباشد، این به جای خودش باید صحبت بشه. اما والکاظمین الغیظ،
مسئله بسیار بسیار مهمی است که با تمرین به دست می آید. چه شد که جامعه و متاسفانه جوامع اسلامی در آمار و ارقام ها و در واقعیت جامعه‌ای که مردم زندگی می کنند و باهاش سر و کار دارند و می بینند هر روز، تبدیل شده به جامعه ای عصبانی، به جامعه ای پرخاشگر. نمیخوام آمار و ارقام رو براتون بخونم، با یه سرچ ساده در اینترنت در گوگل شما میتونید آمار و ارقام رو به دست بیارید. کشورهایی که در صدر کشورهای عصبانی هستند در دنیا میتونید ببینید، ایران مثلا، شما بیننده های محترمی که در ایران هستید ببینید ایران چندمین کشور هست در لیست کشورهای عصبانی در دنیا. شما بیننده هایی که در افغانستان هستید میتونید ببینید افغانستان در رده چندم هست. شما بیننده هایی که در تاجیکستان هستید میتونید تاجیکستان رو ببینید و دیگر کشورهایی که شما ساکن هستید و در اون کشورها هستید. آمار و ارقام هم منتشر میشه دیگه، در کشور ایران، در افغانستان، در دیگر کشورهایی که شما بیننده های محترم هستید آمار و ارقام منتشر میشه. ولی یک مسئله بسیار مهم هست راجع به این آمار و ارقام که اینطور تصریح میشه که این آمار و ارقام مربوط به مثلا نزاع‌های خیابانی است که منجر به ضرب و جرح شده و تشکیل پرونده داده شده در پزشکی قانونی. چقدر آمار و ارقام بالا هست که عرض کردم نمیخوام واردش بشم و عرض کنم، شما خودتون با یک سرچ ساده ببینید. همین آمار و ارقام بالا بیان میکنند که چندین برابر این آمار و ارقام نزاع و درگیری و دعوای خیابانی داریم در جامعه، ولی حالا دو نفر میان میانجیگری میکنند یا صلح میکنند یا آشتی میکنند یا به هر نحوی یا منجر به ضرب و جرح نشده یا اگر هم شده باشه پرونده تشکیل نشده. آمار و ارقام رسمی فقط مربوط به دعواها و نزاعها و اون خشم و عصبانیت هایی است که چه حالا خانوادگی چه خیابانی تشکیل پرونده داده شده باشه. و اذعان میکنن جامعه شناسان که چندین برابر این آمار و ارقام متاسفانه آمار نزاع خیابانی، درگیری و دیگر آمارها از جامعه عصبانی و پرخاشگر وجود دارد که باید ریشه یابی شود. چه شد جامعه به اینجا رسید؟ سرکار خانم زاره از اصفهان با ما هستن، سلام میکنم به شما. صلی الله علیک یا قتیل المظلوم یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا حضرت ابوالفضل علیه السلام. به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمامی دستان در کاران شبکه جهانی آقای امام حسین و عرض سلام خدمت شما آقای بهنام. شبتون بخیر، زیارتتون قبول باشه. متشکرم، زیارت شما هم قبول باشه. بفرمایید نظرتون رو میشنویم. علل و روش های درمان جامعه خشمگین و پرخاشگر به نظر شما چی هست؟ اول که من اینو بگم که خداوند در قرآن فرمودن که والکاظمین الغیظ، اونهایی که خشم خودشون رو فرو میبرن، و نفرمودن اونهایی که خشم ندارن. این به این معنیه که خشم خیلی بدم نیست. وقتی که آدم ها داره هیجانای زیادی هستن که خشم هم از جمله هموناست، یکی از نعمتهای خداست که وقتی به وقتش بروز بده نه تنها ضرری نداره بلکه ممکنه که راه گشا باشه برای بعضی از مسائل. اما اگر این خشمو نتونیم کنترلش کنیم و زیاد و مکرر باشه و تبدیل به پرخاشگری بشه، اون موقع بده. و یکی از علتهاشم من فکر میکنم اینه که صبور و بردبار نیستیم. مثلا صبر نه تنها یه فضیلته بلکه میتونه ما رو نجاتمون بده در برابر پرخاشگری و خشم. و من خودم، گفتین که در مورد خودتون بگین، من سعی میکنم که وقتی که عصبانی میشم یا مثلا، البته خیلی نه ولی در حد همون چند ثانیه، سعی میکنم اون محیطو
دفعات بعد اون چیزی که منو خشمگینم میکنه مقابلش قرار نگیرم، سعی میکنم خودم رو از اون محیط دور کنم، خب این مال یا دفعات بعد همان لحظه خشمگین شدن و عصبانی شدن چه میکنید؟ چه راهکاری دارید که بتوانید کظم غیظ خب کنید؟ باید از قبل اینا رو خودت کار کرده باشی، باید صبر و بردباری و وجود خودت باید پیاده کرده باشی و با همون لحظه و اینا نمیشه خیلی چیز که باید قبلا پیش زمینش رو داشته باشی رو خودت کار کرده بله باشی. بله درسته، احسنتم خانم ازاره. امکانش هست بفرمایید که آخرین مرتبه ای که عصبانی شدید، خشمگین شدید کی بود؟ چند ساعت قبل؟ چند روز قبل؟ چند ساعت قبل والا از آقا امام حسین خواستم عصبانی نشم و آخرین بار چند روز پیش بود، از یه سفری می اومده بودم، بعد مادر شوهرم خیلی نگرانی من شده بودن که من مثلا الان کجام، چه ساعتی رسیدم اینا، بعد زنگم زدن گفتن که چرا به من خبر ندادی که چه ساعتی رسیدی. بهشون گفتم، یه لحظه عصبانی شدم چون بهشون پیام داده بودم، پیامو نخونده بودم، یه لحظه عصبانی شدم ولی همون لحظه از آقای امام حسین کمک خواستم، گفتم که نه من باید صبور باشم، بعد بهشون خیلی مؤدبانه گفتم که نه من براتون پیام دادم، شما نباید ناراحت می شدین اینا. اون لحظه ای که عصبانی شدید خانم زاره، عذرخواهی میکنم بین کلامتون، اون لحظه ای که عصبانی شدید چی باعث شد که کنترل کنید، مهار کنید خشمتون رو؟ همین صبور بودن دیگه، سعی کردم، از میگم که سعی کردم که صبر و بردبار یا تو زندگیم قرار بدم. بسیار خیلی عالی. سخته، خیلی خیلی سخته، نیاز به تمرین و داره، نیاز به تلاش زیادی داره مسلما، یعنی با سالیانه سال رو خودت کار کنی، سختی‌ها رو بکشی، اینها خیلی صبر کردن و همین تجربه ای که شما باید... از آخرین مرتبه ای که عصبانی شدید بیان کردید، اگر کنترل نمی کردید، اگر مهار نمی کردید، اگر کظم غیظ نمی کردید، منجر می شد به یک نزاع خانوادگی و جر و بحث های طولانی. اگر من کنترل نمی کردم مجبور بودم، اگر من اون لحظه صبر نمی کردم و بردباری نمی کردم مجبور بودم، خدای نکرده یه حرف بدی، البته این که میگم این تلفنو به من نزدن، زدن به همسرم، بعد من صداشونو میشنیدم که دارن میگن، بعد همسرم به من گفتن که گوشیو بگیر ببین مامانم چی میگه، گفتم که نه گوشیو به من نده، من الان یه دفعه عصبانی میشم یه چیزی میگم، صبر کردم تحمل کردم، بعد خدا شاهده، خدا شاهده قسم، به خاطر همین صبر و بردباری که من کردم فردا پس فرداشون خودشون اومدن دیدن من و اینا با دست گل و اینا که حالا بگذره، گفتن که من معذرت میخوام، من پیام شما را نخونده بودم و رو حس مادرانه نگرانت شده بودم و من پیش خودم گفتم من اگه اون لحظه صبر نمی کردم و خدای نکرده یه رو عصبانیت و خشمگینی یه حرف بهشون میزدم، بعد دیگه واقعا خیلی زشت بود. و اینکه میخوام که صبور بودن و باید دیگه با تحمل سختی ها باید تجربه بله. کرد و آستانه تحمل باید بالا بره. تشکر میکنم از تماستون سرکار خانم زاره از اصفهان و اینکه تجربه خودتون رو بیان کردید برای بیننده های محترم و یقینا شما بیننده های محترم هم تجربه های فراوانی دارید، میتونید تماس بگیرید یا پیام صوتی ارسال کنید و بیان کنید و به اشتراک بگذارید راهکارهای برون رفت از خشم رو و عصبانیت رو و کظم غیظ رو. چه راهکارهایی شما به کار میبندید و یقینا جامعه ای که پرخاشگر شده، جامعه ای که عصبانی شده و خشمگین شده، با همین تک تک افرادی که خانواده ها و جامعه رو تشکیل میدهند درمان میشود. اینطور نیست که یک کسی بیاد و یک دستورالعملی صادر کنه بگه از این به بعد جامعه خشمگین نباشد، من میگویم از این به بعد جامعه پرخاشگر نباشد، اینطوری نیست. تک تک افراد جامعه باید تمرین کنند این که عرض میکنم تماس بگیرید و تجربه خودتون و راهکارهای خودتون رو بیان کنید، به خاطر همین مسئله هست.
بسیار بسیار راهگشاست که دیگران هم استفاده کنن از تجربیات شما بیننده های محترم، و هر فردی که خودش رو بتونه کنترل کنه و به مرحله کظم غیظ برسه، کم کم طبیعتاً زمان بر هست، ولی پس از مدتی خواهیم دید که جامعه دیگه از اون حالت پرخاشگری و خشمگینی خارج شده. این افرادی که دعواهای خیابانی انجام میدن، درگیری خیابانی، عصبانیت ها، اینها چه کسانی هستند؟ از کره مریخ که نیومدن، اینها افراد همین جامعه هستند. جامعه شناسان یکی از مهمترین علل و ریشه های اینکه جامعه خشمگین شده و پرخاشگر شده رو مسائل اقتصادی، پایین بودن قدرت خرید مردم، نتوانستن به سفر رفتن و بحران های اجتماعی میدونن. البته بگم خدمتتون این مسئله خاص این ایامی نیست که حالا کشورهای مختلف در شرایط کرونایی قرار دارن یا شرایط سخت کرونایی رو پشت سر گذاشتن. شما آمارهای دو سال قبل و قبل از کرونا رو هم ببینید، این جوامعی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم دقیقا همینطور بوده. طبیعتا شرایط کرونایی بیشتر اثرگذار بوده و راجع به فقر و حالا آمارهایی که جدیدا هم منتشر شده، بعضی از کشورها آمار مردم زیر خط فقرشون بیش از دو برابر شده نسبت به سالهای قبل. خب اینها مؤثره و اثرگذاره و یکی از مهمترین علل و ریشه هایی است که جامعه شناسان بیان میکنن. آقای حامد از شیراز، سلام علیکم. سلام علیکم، وقتتون بخیر آقا حامد. هادی هستم. آقای هادی، عذرخواهی میکنم، آقای هادی از شیراز. سلام علیکم. ببخشید یه سلام میخواستم بدم به اختصار. خواهش میکنم به اختصار باشه، بفرمایید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا باب الحوائج الی الله، السلام علیک یا ابا الفضل العباس. ببینید یکی از راه‌های روش‌هایی که برای خشم بتونیم خشم خود را کنترل کنیم. بله بفرمایید. خشم خود را کنترل کنیم. یکی از راه‌های روش که بتونیم خشم خود را کنترل آقا هادی صداتون قطع شد، اگر صدای من رو دارید جاتون رو تغییر بدید. بله راه روش که بتونی خشم خود را کنترل کنی. چه راهی رو پیشنهاد میدید برای کنترل کردن خشم؟ خودتون چه کار میکنید؟ ما خشم اگر بچه با یکی برخورد کنیم خشم خود را کنترل میکنیم. چطور کنترل میکنید؟ که بتونیم ناراحتی پیش نیاد، با مردم مشکل برخورد ما مشکل بر نخوریم. خب اگر نه. امکانش هست بفرمایید که نه. چه کار میکنید که کنترل میکنید خشم خودتون رو که ناراحتی پیش نیاد؟ خشم خود را فرو میبریم، خشم خود را فرو میبریم دیگه. خب آخرین موردی که شما عصبانی شدید، خشمگین شدید، کی بوده؟ آیا در جمع خانواده بوده؟ آیا در جمع دوستان بوده؟ امکانش هست بیان کنید؟ بله 3 روز پیش بود، با یک از بچه‌ها تو سر کار برخورد داشتیم، خشم خود را کنترل کردم. چیزی نگفتم دیگه. خشم خود را کنترل کردم، موجب ناراحتی دلخوری پیش نیاد. یعنی کظم غیظ کردید دیگه، از اون شخص ناراحت نیستید، به دنبال انتقام گرفتن نیستید؟ خیلی دیگه گفتیم. بسیار عالی، گفتیم دیگه خشمی نشه و خیلی منو سلام. تشکر میکنم از تماستون آقای هادی از آباده شیراز که نظرشون و تجربهشون رو دیدید و شنیدید. همینطور که در ابتدای برنامه هم عرض کردم،
همه انسان‌ها و انسانی نیست که بگوید من خشمگین نمی‌شوم، من عصبانی نمی‌شوم. این یک نعمت خدادادی است و علما و دانشمندان علم اخلاق بیان می‌کنند که انسان باید بتواند از این نعمت خشم در راستای اهداف الهی استفاده کند. یعنی آموزه‌های دینی و طبق دستور دین و عقل مدیریت کند خشم خود را. یکی از روایات بسیار زیبا راجع به خشم، حضرت امام محمد باقر علیه السلام، پنجمین پیشوای مسلمانان جهان، راجع به ویژگی های شیعیان و موالیان و پیروان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که صحبت می کنند، می فرمایند شیعیان و پیروان علی ابن ابی طالب کسانی هستند که اذا غضبوا لم یظلموا، هرگاه خشمگین شوند به کسی ظلم نمی کنند، ستم نمی کنند به کسی. ببینید، نمی فرمان شیعیان علی ابن ابی طالب خشمگین نمی شوند. همه انسان ها خشمگین می شوند. امام باقر علیه السلام می فرمایند شیعیان امیرالمؤمنین در هنگام خشم به کسی ظلم و ستم نمی کنند. چقدر کار نیاز داره، چقدر تمرین نیاز داره که انسان به این مرحله برسه، مرحله‌ای که اهل بیت علیهم السلام انتظار دارند از شیعیان و موالیان و پیروانشان که این گونه باشند. وقتی خشمگین میشوند ظلم نکنند به کسی، ستم نکنند به کسی و خشم خود را در راستای اوامر الهی به کار ببندند. نیاز به تمرین داره. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن سنم قریش برابن تایه ما. یکی از راه های مقابله با خشم جلوگیر اسباب خشم است، مانند کبر، فخر و عجب و حرص و حب به جاه و مال. ریشه آن در روایت آقا رسول الله وارد شده که حب دنیاست که ریشه هر گناه و اشتباهی است. و همچنین انسان ملاحظه کند که روایاتی رو که در مت جلوگیر از خشم و مذمت خشم وارد شده است، همچنان که در روایت شده از آقای امام صادق صلوات الله که فرمودند خداوند وحی فرستاد به بعضی از پیامبران خود که فرزند آدم، بر وقتی غضبناک گردی مرا یاد کن تا من هم تو را یاد کنم در وقت غضبم و تو را هلاک نسازم. بهار و انوار جلد 73 صفحه 276. اللهم عجل ولیک الفرج. اللهم عجل ولیک الفرج. تشکر میکنم از علی آقا از تهران. عرض کردم ابتدای برنامه که خشم انواع مختلفی دارد. خشم پوشیده یا نقابدار، خشم ریایی، خشم همراه با سوء زن، خشم ناگهانی، خشم همراه با شرم، خشم عمدی، خشم اعتیادی، خشم عادی، خشم اخلاقی، خشم از خود و انواع و اقسام دیگری که 4-5 مورد دیگر هم هست. فرصت نیست که راجع به تک تک اینها بخوام صحبت کنم، مطالعه کنید، آگاه بشید، ولی این رو عرض کنم، آمار محیر العقولی که از نزاعهای خیابانی و پرخاشگری، خشونت و اختلافات و دعواهای خانوادگی منتشر میشه، بیانگر این است که این جوامع از فرهنگ قرآن و فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و اخلاق علوی چقدر دور هستند. آقا اینا شعارهای آنچنانی در این جوامع دیده میشیم به شعار نیست. وجود چنین آماری بیانگر این هست که از فرهنگ اهل بیت علیهم السلام دور هستند. مگه اهل بیت علیهم السلام خشمگین نمی شدن، عصبانی نمی شدن، این همه آزار و اذیت می دادند اهل بیت علیهم السلام رو؟ عصبانی نمی شدن؟ عصبانی می شدن، ولی در زمان عصبانیت
باید مطالعه کرد تاریخ رو و روایات رو، ببینید که چگونه خشم خود را کنترل می کردند، مدیریت می کردند و چگونه کظم غیظ می کردند. به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در ملأ عام امیر المؤمنین داشتن صحبت می کردن، سخنرانی می کردن، خطبه می خواندند برای مردم، در ملأ عام فحاشی کرد به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و به قدری صحبتهای او ناروا بود که برخی از اطرافیان خواستن دست به شمشیر شوند. امیر المؤمنین فرمودن چه می کنید؟ دست نگه دارید، شمشیر چی؟ فرمودن به من فحش داده، من میتونم مقابله به مثل کنم، به او فحش بدم و میتوانم از خطای او بگذرم و من میگذرم. بخشیدن امیرالمومنین به همین راحتی. حاکم اسلامی، حاکم بیش از 50 کشور کنونی در نقشه کنونی دنیا، به همین سادگی. وقت شما مقایسه کنید با جوامعی که امروزه از اونها به جامعه خشمگین و عصبانی و پرخاشگر یاد میشه، ببینید که از بالا به پایین این خشم و عصبانیت و نفرت پراکنی نهادینه شده. کسی حق انتقاد به شخص حاکم ندارد، خودش و دودمانش رو انتقاد که نه، به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که امیر المؤمنین هم منصوب الهی هستند به خلافت و جانشین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، از قبل خدا نسب شدند، نسب الهی، و هم پس از اون سالهای پادشاهی و خلافت و اون سالهایی که گذشت، ابوبکر و عمر و عثمان، مردم به این نتیجه رسیدند که باید علی ابن ابی طالب رو انتخاب کنند برای حکومت ظاهری، و چنین جایگاه و چنین شخصیتی به سادگی بخشید امیرالمؤمنین. نه یک بار، نه دو بار، نه ده بار، نه صد بار. بخوانید تاریخ رو، مطالعه کنید روایات رو، مطالعه کنید، آگاه بشید و دیگران رو آگاه کنید. این اسلام علوی است و تفاوتش رو با اسلام معاویه ببینید که چقدر زیاده. اسلام معاویه، اسلام دروغینی که امروزه در کشورهای اسلامی شعارش داده میشه و ازش و عملکردشون، یعنی عملکرد نشان میده که این اسلام معاویه، این یک اسلام دروغی نیست که خودشون ساخته و پرداخته خودشون هست. وگرنه اسلام علوی، اسلام امیرالمؤمنین، اسلام پیامبر رحمت للعالمین، اگر کسی مسلمان باشد و مسلمان علوی باشد، به رهنمونهای امیرالمؤمنین و اسلام واقعی عمل کند، نتیجهش میشه جامعه پرخاشگر، نتیجهش میشه جامعه عصبانی، نتیجهش میشه این همه آمار و ارقام نزاعها و درگیریهای خیابانی یا نزاعهای خانوادگی، اختلافهای خانوادگی. این آمار و ارقام و واقعیتی که امروز در جامعه دیده میشود بیانگر این است که شما بگید اسلام نیست، این یه اسلام دروغینیه. اسلام علوی، یه نمونه دیگه خدمتون عرض کنم. حضرت امام باقر علیه السلام، یه شخص مسیحی اومد خدمت امام باقر علیه السلام و شروع کرد به سخنهای ناروا به قصد عصبانی کردن امام باقر. جملاتی گفت، گفت انت بقر. امام باقر خیلی ساده، ببینید
همین برخورد با یکی از حاکمان اسلامی امروز بشه چه کار میکنن؟ امام باقر خیلی ساده به او فرمودند که من بقر نیستم، من باقرم. بعد شروع کرد بعدی اهانت کرد به مادر حضرت امام محمد باقر علیه السلام. به سادگی و به راحتی پاسخش رو دادن بدون اینکه عصبانی بشن، کظم غیظ کردن و همین برخورد باعث مسلمان شدن آن مسیحی شد و صدها مورد دیگر، از پیامبر رحمت للعالمین گرفته آزار و اذیت هایی که به پیامبر میدادند و کظم غیظ پیامبر خدا باعث می شد که لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. کظم غیظ های پیامبر خدا، فرو بردن خشم و گذشت کردن و بخشیدن مردم، باعث می شد که فوج فوج مردم مسلمان شوند. حالا چرا کشورهای اسلامی و کشورهای مسلمان نشین بگیم بهتره، چرا برعکس شده؟ فوج فوج مردم اسلام ستیز و اسلام حراس میشن و از این کشورها دنبال یه روزنه ای هستن که چطور میشه فرار کنیم از این کشور، به یه کشور به اصطلاح کفر پناهنده بشن یا مهاجرت کنن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که از اون شخص اول حکومت، حاکم اسلامی گرفته تا به پایین، همه خشمگین هستند، عصبانی هستند و کینه توزی موج میزند. کینه توزی اسلام علوی کجا و این عمل کردی که امروزه در حکومت‌های اسلامی دیده می شود کجا؟ به جای خودش باید صحبت کرد که اسلامی که دین صلح و دوستی هست رو این حکومت ها تبدیل کردن به حاکمیت ظلم، خشونت و نابرابری. پس مهمترین روش های درمان جامعه پرخاشگر و جامعه عصبانی، غیر از اون مسائلی که حکومت باید انجام دهد، عرض کردم به جای خودش باید صحبت بشه، تک تک انسان‌ها و افرادی که این جامعه رو تشکیل می‌دهند باید مهارت کظم غیظ رو تمرین کنند. خیلی‌ها شاید آگاه هستن، روایاتش رو خوندن، مطالب و مقاله های مختلفی راجع بهش خونده باشن، اما در عمل اون بزنگاهی که شرایط جوری میشه، عصبی میشه، نمیتونه کظم غیظ کنه. مال اینه که تمرین نکرده. باید تمرین کرد. صبوری، حلیم بودن، حلم و بردباری و کظم غیظ رو باید تمرین کرد و یقیناً نتیجه دارد. باید تمرین کرد که آستانه تحملمون بالاتر بره و سعه صدر پیدا کنیم. تفاوت سعه صدر و شرح صدر رو مستحضر هستید. شرح صدر مربوط به مسائل معنوی و الهی است و ویژگی مؤمنین است، شرح صدر. اما سعه صدر همه افراد جامعه می توانند داشته باشند و باید داشته باشند. این آمار و ارقام ها نشون میده که سعه صدر وجود ندارد. آستانه تحمل ها بسیار 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 پایین است. و مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرمایند مؤمنین با سعه صدر ترین افراد هستند. نقش ایمان و عمل به فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، به فرهنگ علوی، به فرهنگ حسینی میتواند یکی از مهمترین راه‌های برون رفت از این بحران باشد و جامعه را از پرخاشگری و این عصبانیت خارج کند. تشکر میکنم از همراهیتون. فردا شب برنامه منم مشترکم رو فراموش نکنید. ساعت 22 به وقت ایران در خدمت شما هستیم. دعاگو و نایب‌الزیارتون هستم. خدا نگهدار شما. یا علی مدد.